سلام. اولین برنامه سیاست خارجی، یکی از ویژه برنامه‌های آریانا نیوز در محور سیاست خارجی در مجموع و سیاست خارجی افغانستان. انگیزه ساخت این برنامه در آریانا نیوز ضعف دستگاه سیاست خارجی، نبود محتوا در سیاست خارجی، مخصوصا بعد از توافقنامه بن و یک جدال تام در حوزه سیاست خارجی بین کارگزارا و سیستمی که باید سیاست خارجی مبتنی به او اعمال شود. و هدف این برنامه هم در مجموع جمع‌آوری نظریات نخبه های حوزه رابط بین الملل و سیاست خارجی و ارائه یک طرح برای حکومت در حوزه سیاست خارجی محیط نامتقارن امنیتی افغانستان. البته قابل یادآوری می‌دانم که برنامه بیشتر بود علمی داره و کسایی که در این برنامه دعوت میشن غالبا کسایی هستند که از بهترین های حوزه علوم سیاسی و رابط بین الملل هست و نظریه پردازای سیاست خارجی در درون افغانستان خواهد بودند که از طریق میدیا یا رساندن نظریاتشان به افکار عامه و حکومت افغانستان بالاخره یک طرح را ارائه خواهد کردیم که حکومت بتونه به نوع از او استفاده بکنه. محورهای بحث ما در برنامه سیاست خارجی که سلسله‌وار به ماه یک بار ادامه خواهد داشت روی فاکتورهای سیاست خارجی و سیاست بین الملل و جایگاه افغانستان از بود سیاست خارجی و سیاست بین الملل در این وسط خواهد بود و دیدگاه‌های تئوری‌ها و نظریه‌های مختلف حوزه رابطه بین الملل در سطح منطقه و فرامنطقه هم ارزیابی خواهد کردیم. نوع نگاه کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته در قسمت تعریف سیاست خارجی و سیاست بین الملل و کشورهای در حال توسعه جهان سوم و وفق پذیری فاکتورهای امروزی سیاست بین الملل و سیاست خارجی در افغانستان. چیزایی که بیشتر روش انگشت گذاشته خواهد شد وفق پذیری معرفت شناسی یا دیدگاه‌های نظریه پردازها در حوزه سیاست خارجی در بود اجرایی سیاست خارجی افغانستان خواهد بود. محور که افغانستان در او متاسفانه گیر مانده، عدم تقارن موقعیت محیطیش است با کشورهای همسایه قدرتمندش که چند کشور اتمی و یک کشور هم بسیار قدرتمند در حوزه شرق میانه ایران، در حوزه جنوب آسیا پاکستان، کمربند دفاعی روسیه در آسیای شمالی یا آسیای میانه، کشور آسیای میانه و در مجموع شرق آسیا چین، در محیطش یک کشور بسیار ضعیف به نام افغانستان. کدام نوع استراتژی در سیاست خارجی و سیاست بین الملل برای افغانستان ضروری است؟ از کدام فاکتورها باید استفاده شود؟ سیاسی استراتژی انزوا، استراتژی بی‌طرفی، استراتژی اتحاد و ائتلاف، استراتژی وابستگی یا استراتژی پرستیش، چی جایگاهی باید در اعمال سیاست خارجی و سیاست بین الملل افغانستان داشته باشد؟ بس اول ما را با سه مهمان ما که در این حوزه استاد هستند، کار کردند، کتاب‌های زیاد نوشته کردند، تألیفات دارند، دکتر فرامرز تمنا، دکتر روابط بین الملل و استاد روابط بین الملل، آقای سید عبدالقیوم سجادی همچنان عضو مجلس نمایندگان و استاد روابط بین الملل و دکتر روابط بین الملل و خانم زکی عادلی، دکتر زکی عادلی دکترای علوم سیاسی دارن و همچنان استاد هستن. خوش آمدید میگم مهمان ها را و کسایی که با اونان ادیانس در بحث هستن. از آقای تمنا میخوایم شروع بکنیم. اول بحث سیاست خارجی، تعریف سیاست خارجی، سیاست خارجی چی است؟ تفاوتاش با کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته آیا یک وفق پذیری عمومی داره در حوزه رابط بین الملل یا نه جدا جدا منطقه‌ای بس خود شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما بینندگان ارجمند و اعضای میزگرد و حضار برنامه. سیاست خارجی همانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی پیچیدگی های خاص خود داره. شاید به راحتی اجماع نظر نتوان یافت در خصوص سیاست خارجی در ادبیات موجودی که تازه تولید شده. اما برای فهم سیاست خارجی خوب است اول روابط بین الملل را بفهمیم، چون در همتنیدگی های فراوانی وجود داره بین سیاست خارجی و روابط بین الملل. در این اجماع نظر وجود داره که روابط بین الملل بعد از جنگ جهانی اول ایجاد شد به عنوان یک رشته علمی، اما در این که همزمان با تکوین روابط بین الملل رشته به نام سیاست خارجی هم به وجود آمد یا نه اجماع نظر وجود ندارد. با توجه به تعاریف متعددی که از متغیرهای دخیل در سیاست خارجی است میتوان گفت که سیاست خارجی بعد از جنگ جهانی دوم به میان آمده. ما اگر تمام نظریه های مرتبط در حوزه روابط بین الملل به دو دسته تقسیم بکنیم، یک نظریه های کنش هست که اکشن، دیگه نظریه های اندر کنش یا اینتراکشن است. نظریه های کنش میآیند کنش بازیگر
کنش یک بازیگر در محیط بین الملل مورد مطالعه قرار بدن و نظریه های اندر کنش میآیند تعامل میان بازیگران در محیط بین الملل مورد مطالعه قرار میدن. از این منظر اگر ببینیم روابط بین الملل به عنوان رشته علمی یا اینترنشنال ریلیشنز در چارچوب مطالعات اندر کنش یا اینتراکشن مورد بررسی قرار میگیره و سیاست خارجی یا فارن پالیسی جزو نظریه‌های کنش هست، یعنی تعاملات و استراتژی‌هایی که یک بازیگر اتخاذ میکنه برای تعامل با محیط بیرونی خود سیاست خارجی است. و این بزرگترین تفاوت بین سیاست خارجی و روابط بین الملل هست. تکرار میکنم که سیاست خارجی جزو نظریه های کنش میشه و روابط بین الملل جزو نظریه های اندر کنش. با این تعریف میتوان گفت که تمام اقداماتی که کشورها جهت پیگیری منافع ملی خود در محیط بین الملل اتخاذ میکنند میشه سیاست خارجی. با توجه به این تعریف دیدگاه هایی که کشورهای مختلف در خصوص منافع ملی خود دارن متفاوت هست. طبیعتاً هر چقدر کشورها وزنشان در ساختار قدرت جهانی وضعشان در عرصه اقتصاد قبل از یک بحث دیگه هم هست، دیدگاه های مکاتب مختلف حوزه روابط بین الملل، البته یکی بحث منافع ملی را در اولویت قرار میگیره که بر جای تعیین حوزه منافع تعریف منافع ملی را که بیشتر موج مکتب های انتقادی است یا یک تعداد امنیت و زور قدرت محوری را. حالا چیزایی که سیاست خارجی متاثر از او است یا تاثیرگذار است سر ساخت سیاست خارجی در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای چی ها کدام فاکتور است؟ ببینید مسائل متعددی هست. جیمز روزنا 8 متغیر برمی‌شماره که این متغیرها تاثیرگذار بودن بر تکوین مفهوم سیاست خارجی و این 8 از انقلاب مهارت‌ها گرفته تا انفجار سازمانی تا تحول مفاهیم در روابط بین الملل از جمله منافع ملی، اینا تاثیرگذار بودن تا ما مفهوم سیاست خارجی را متحول ببینیم بعد از جنگ سرد، بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال. چند عامل اصلی تاثیرگذار بر سیاست خارجی از دید ما وجود داره. اول تصمیم گیرندگان سیاست خارجی که در چی بسترهای فکری و تربیتی رشد یافتند، دارای چی اقتصادی بودند و نوع نگاه و قرائتشان از جهان و از کشورشان چگونه است. دوم محیط یا بستر است که تصمیم در او اتخاذ میشه و سوم تعامل بین محیط و تصمیم گیر سیاست خارجی است که محققین مثل اسپراوت ها هارولد و مارگارت اسپراوت از این کار کردند که چطور محیط سیاست خارجی با تصمیم گیر سیاست خارجی در یک کنش متقابل دائمی بر هم قرار دارند و باعث میشه کدام تصمیم در کدام وقت اتخاذ بشه. اما مفهوم منافع ملی که بنیان کار در عرصه سیاست خارجی است نیم متحول شده. قرائت های ایدئالیستی که قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت تا قرائت های ایدئالیستی تا قرائت های رفتارگرایانه و بعداً ساختارگرایانه و پس از ساختارگرایانه هر کدام نگاه متفاوت نسبت به منافع ملی داره. برخی از این نگاه ها ریداکشنال هست، یعنی نگاه مزیق به منافع ملی دارند و منافع ملی عینی را با عنوان هدف سیاست خارجی حساب میکنند. منافع ملی مثل تمامیت ارضی، مثل حفظ استقلال در یک کشور، مثل معادن یا سایر ظرفیت های اقتصادی که منافع ملی عینی یک کشور است، اینا مرکز ثقل سیاست خارجی است. اما دیدگاه های دیگری که آخرین دیدگاه های موجود در روابط بین الملل است به نام کانستراکتیویسم یا سازه‌انگاری، اینا بر ابعاد ارزشی و هنجاری نرماتیو و فرهنگی و هویتی موجود در منافع ملی تاکید دارند و رسالت اصلی سیاست خارجی را در کنار پیگیری مصادیق عینی منافع ملی این مفاهیم ارزشی و ذهنی هم میدانند. یعنی منافع ملی در عصر امروز در همین سالهایی که ما شما هستیم هم ابعاد عینی منافع ملی و هم ابعاد ذهنی منافع ملی را پیگیری میکنه. لذا سیاست خارجی هم عینی است و هم ذهنی. آنچه که در ذهن تصمیم گیرندگان است و آنچه که در به صورت ارزشی در محیط بین الملل قابل پیگیری است ابعاد ذهنی است. یکی از فاکتورهای مکتب سازنگاری شو گفتیم. سازنگارا بیشتر به جای تعیین منافع ملی بیشتر تاکید سر تعریف منافع ملی دارد. اول باید قواعد معلوم شود. چی چیزها منافع ملی است؟ در قالب کدام هویت ها و امو فرآیندی که بالاخره در اثر ساختار کارگزار ساخته میشه. حالا چیزایی که بیشتر در جهان واقع در حال جریان است متاثر از کدام روی کرد هاست؟ بیشتر جریان اصلی حوزه رابطه بین الملل یا نه مکتبای پساساختارگرایانه یا تعاملات انتزاعی
انتخاب شما؟ از دید من شاید که بیشترین مطالعات من در حوزه تئوریک یا معرفت شناسی روابط بین الملل در حوزه سازه‌انگاری بوده، من میگم سازه‌انگارانه ما با جهان برخورد میکنیم، به دلیل از اینکه سازه‌انگاری تلفیقی است از نئورئالیسم و نئولیبرالیسم، یک گفتمان برای بین پارادایمی است برای نگاه اجتماعی به جهان، یعنی آنچه که در عین وجود داره و آنچه که در ذهن وجود داره را کنستراکتیویستا که با اولین کتابی که الکساندر وینت نوشت در تکمیلی بر نظریه والتس که والتس نوشته بود نظریه سیاست بین الملل، ای آمد ابعاد اجتماعی از زیر نوشت در کتابی به نام The Social Theory of International Politics یا نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، و در ای تمام ابعاد ذهنی موجود در تعاملات انسانی در رسه سیاست خارجی و روابط بین الملل یک جا کرد و تحت تئوری به نام کنستراکتیویسم او را اشاعه کرد. لذا کنستراکتیویسم با توجه به اینکه تلفیق از جریان اصلی است، بهتر میتواند تعاملات انسانی در محیط سیاسی را تدوین کنه و تعریف بکنه. ای به باورم است. طبیعی است که ای باور تنها باور موجود برای پیوند میان ابعاد تئوریک و زندگی عینی نیست. بسیار. اما باورم است که کنستراکتیویسم با توجه به اینکه تلفیقی از جریان اصلی روابط بین الملل هست، نگاه جامع‌تر و فربهتر نسبت به تعاملات انسان با محیطش. بسیار تشکر. اجازه بدید از جناب دکتر سجادی هم بپرسیم. سیاست خارجی چی است؟ سیاست خارجی بیشتر نوع نگاه جریان اصلی از روابط بین الملل یا قسمی که جناب تامنا گفت است؟ پس از ساختارگرایی و مخصوص سازنگاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم و شرکای بحث و حضار گرامی. همطوری که مطرح شد، در رابطه با مفاهیم علوم سیاسی در مجموع توافق نظر وجود نداره. تعاریف نسبی و لوکال هست، محلی هست. معمولا اندیشمندان از زوایای مختلف به تعریف مفاهیم می‌پردازه. در مجموع اگر از تفاوت‌های مفاهیم و کلمات عبور بکنیم و محتوا رو در نظر بگیریم، میشه گفت سیاست خارجی مجموعه ای از رفتارها یا جهت‌گیری‌ها یک بازیگر در قبال دیگر بازیگران هست در راستای تامین منافع ملی. بنابراین حوزه سیاست خارجی رو باید تفکیک کرد از حوزه سیاست بین الملل، هرچند این حوزه که ناظر به جهتگیری یک بازیگر در قبال دیگر بازیگران هست، از مجموعه ماهیت ساختار قدرت در سیاست بین الملل یا نظام بین الملل و قواعد بازی در سیاست بین الملل که توسط گفتمان حاکم معمولا تعریف میشه متأثر خواهد بود. نوع رابطه ای که بین سیاست خارجی و سیاست بین الملل قابل ترسیم هست در تئوری های مختلف متفاوت هست. در دیدگاه ریالیستی با تاکید بر نگاه دولت محوری و اینکه بازیگران اصلی عرصه بین المللی دولت ها هستند، سیاست خارجی مجموعه ای از رفتارها و جدگیرهای خاص یک دولت در قبال دیگر دولت ها در راستای منافع ملی خودشان است. و البته در این جهتگیری دولت ها متاثر از عوامل متعدد هست. یکی از عوامل میتونه ساختار قدرت یا نوع قطب بندی حاکم بر نظام بین الملل و قواعد سیاست بین الملل باشه. اما میبینیم که این دیدگاه در نئورئالیسم بسیار متفاوت هست. والتس به عنوان پایه‌گذار نظریه نئورئالیسم کلیه عوامل مؤثر بر سیاست خارجی دولت ها رو در یک طرف قرار میده و نقش نظام بین الملل و ساختار قدرت در عرصه جهانی رو در طرف دیگر قرار میده. لذا بیشتر نظریه ساختارگرا هست و بازیگر اصلی در جهتگیری سیاست خارجی کشورها تنها دولت ها نیستند، بلکه دولت ها تحت تأثیر نظام بین الملل سیاست خارجی قدرت های بزرگ عمل میکنه. با این نگاه اگر ما بخوایم وارد بحث سیاست خارجی کشورهای مثل افغانستان و کشورهای جهان سومی شویم، من فکر میکنم که با بخش قابل توجهی از واقعیت‌های جاری در جهان سوم و جوامع توسعه نیافته میتونه دمساز باشه و او رو تحلیل بکنه. برای اینکه در عرصه بین المللی اگر ما اصل رو برای بگذاریم که دولت‌ها در یک محیط به نام محیط بین الملل با همدیگر وارد تعامل میشه و هر کدام در راستای تامین منافع ملی خود وارد این بازی میشه و اولویت‌های رو برای خودش تعریف میکنه، تا
طبعا او دل بخواهانه نمیتونه اولویت های خود تعریف کنه، استراتژی خود رو تعریف بکنه و حتی هدف گذاری بکنه در سیاست خارجی خودشان، بلکه او در تعریف اهداف ملی، اولویت بندی اهداف ملی و تعریف استراتژی سیاست خارجی متاثر است از مجموعه از امکانات و محدودیت هایی که الزاماً و احتمالاً به سطح بیشتر از سوی نظام بین الملل و محیط بین المللی بر او تحمیل میشه. اجازه بدید من در همین آغاز یک نکته بسیار مهم دیگر رو اشاره بکنم. به هر حال مرور بر ادبیات و تئوری های سیاست خارجی امر ضروری است برای انتخاب یک چارچوبی تئوری که مناسب برای تحلیل سیاست خارجی افغانستان. ما در پی هستیم که بالاخره از مجموعه دستاوردها و یافته های علمی که صاحب نظران و اندیشمندان سیاست خارجی و روابط بین الملل مطرح کردند تئوری رو انتخاب بکنیم به عنوان ابزار تحلیل که بتونه سیاست خارجی ما رو مورد تحلیل قرار بده. اما در این راستا هماره در انتخاب چارچوب نظری و تئوری برای کشورهای توسعه یافته و جهان سوم مثل افغانستان ما با سه چالش بسیار اساسی روبرو هستیم که در قبل از روی چیزایی که امروز در ابزار روابط بین الملل حاکم است، دید حاکمانه که در از مجموعه مکتب ها در تعاملات بین المللی بین کشورهای توسعه یافته و در جهان سوم حاکم است، کدام دیدگاه است و بیشترین قابلیت کارایی را دارد؟ ببینید من دقیقاً همین را می‌خوام عرض کنم که ما در انتخاب تئوری با دو بحث روبرو هستیم. یکی این که کدام تئوری یا نظریه میتونه واقعیت ها و اولویت ها و ارزش های حاکم بر سیاست خارجی افغانستان رو خوب تبیین بکنه و تحلیل بکنه برای ما. دو، کدام تئوری به عنوان در جایگاه گفتمان حاکم در عرصه بین المللی قرار داره که دولت ها با تحت تاثیر گفتمان حاکم به هر حال به تعریف خود و تعریف دیگری و تعریف محیط بین المللی، قواعد بازی و بازیگران میپردازه. بین این دو مسئله ما باید تفکیک بکنیم. به همین لحاظ عرض کردم که شما هر تئوری رو که انتخاب میکنید برای کشورهای جهان سوم مثل افغانستان با برخی چالش ها روبرو هستید. اما چون علاقمندی شما در بحث ایه که کدام یک از این تئوری ها بیشتر میتونه دمساز باشه با وضعیت افغانستان، من با چیزی که جناب آقای تمنا مطرح کردن تا حدود موافق هستم. ببینید که اساسا نظریه کانستراکتیویسم یا سازه‌انگاری یک نوع پول رو بین دیدگاه‌های مختلف و نظریه‌های مختلفی که در چوکات نظریه رئالیسم چه به صورت کلاسیک یا نو رئالیسم و لیبرالیسم که با انواع مختلفی که داره ایجاد میکنه. اما ببینید این نظریه به دلیل پیچیدگی‌های خاصی که داره هنوز در فضای ادبیات سیاست خارجی کشورهای جهان سوم مثل افغانستان قابل فهم و قابل درک نیست. مثلا ببینید در نظریه سازه‌انگاری یا کانستراکتیویسم بیشتر بحث این است که ما با محیطی از قبل تعیین شده این نظام بین الملل سر و کار نداریم، چیزی که در رئالیسم یا لیبرالیسم مطرح میشد. اونجا شما میگفتید که محیط بین المللی محیطی است که یا محیط کانتی هست یا محیط هابزی هست یا محیط کانتی لاکی هست. میگفتید یا محیط آنارشیک هست که هابز مطرح میکنه، یعنی در این محیط به هر حال محیط همراه با ریسک است که هیچ اعتماد و اطمینان وجود نداره، اصل بر قاعده سلف هلپ هست و خودیاری و اینکه همه باید به دنبال منافع خود باشه، بحث دیگریاری، بحث همکاری در اینجا مطرح نیست. یا این محیط آنگونه که لیبرال ها مطرح میکرد محیط رقابتی هست که شما به هر حال در لاک مطرح میکردید، یا اصلا آن چیزی را که در مکتب انگلیسی هدلی بول و دیگران مطرح میکرد نمیگفتن اصلا محیط کانتی عقلانیت هست و ارزش های عقلانی و اخلاقی حاکم هست و طبق این دولت ها وارد تعامل میشه. در سازه‌انگاری یا کانستراکتیویسم اصلا بحث این نیست، بحث این است که فهم ماست که این محیط را میسازد، ما در کجا قرار داریم و چی برداشت از محیط بین المللی داریم. ببینید شما اگر یک مثال من ساده رو مطرح بکنم برای روشن شدن این بحث، فهم آقای حامد کرزی در دوره اول ریاست جمهوری این است که محیط بین المللی محیط مبتنی بر همکاری و تعامل است و لذا بسیار براحتی با غرب
غرب و ایالات متحده آمریکا و ناتو وارد تعامل و همکاری میشه. اما در مرحله دوم وقت که میرسه، همین آقای حامد کرزی به عنوان شخصیت سیاسی و رهبری سیاست خارجی به فهم متفاوت میرسه و او میگه که محیط بین المللی محیط مبتنی بر تعارض هست و این دولت ها در پی تامین منافع خودشان هست، غربی ها حتی در پی امضای قرارداد امنیتی مگر با ما هست معلوم نیست که در پی این باشه که جنگ ختم بشه، امنیت ایجاد بشه. پس بنابراین ببینید که در سازه‌انگاری محیط بین المللی از قبل تعریف شده نیست، فهم ماست که محیط بین المللی را تعارضی، رقابتی یا همکاری می‌سازد. بازیگران بین المللی پیش از پیش تعریف شده نیست که این بازیگران حتما خدمت است کنند دولت‌های سرکش و شرور باشه یا اینکه دولت‌های عقلانی و همکار باشه. این فهم ماست که تعریف می‌کنه. منافع ملی از قبل تعریف شده نیست. آن چیزی را که ما منافع ملی می‌فهمیم همان منافع ملی است. یعنی در سازنگاری دیگر بحث رابطه عین و ذهن اکثرا در واقع ختم میشه، نهایی میشه. چیز دوگانه‌ای وجود نداره. اون چیزی که شما به نام عین می‌شناسید برخواسته از تعریف و در واقع همون هنجارها و بارهای مشترک است که در بین کشورها وجود داره. عین همین قضیه رو در رابطه با تعریف کشورها در رابطه بین ملل شما در سازنگاری مشاهده میکنید. از اون منظر هم او گفتمان غالب یا فهم مشترک، ذهنیت مشترک بین بازیگران هست که به هویت الکساندر بین ملل معنا میبخشه. سه محیط همزمان ترسیم کرد، هابزی کانتی بلاکی که همزمان هر سه محیط میتونه باشه. فهم ماست که ایران میتونه برای ما مشخص کنه. اجازه بدین که از خانم عادلی بپرسیم. فاکتورهای وفق پذیری تئوری ها و نظریه هایی که دوستا سر شار کردن، ممکن وضع نظریه های نیو محافظه کارا مثلا یا نیو لیبرالیزم یا دیدگاه های بیشتر نیو مارکسیست ها، کدام یک وفق پذیری داره در کشور به نام افغانستان که درگیر یک محیط بسیار نامتقارن قرار داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت اساتید بزرگوار و کسایی که در تالار حاضر هستن. من میخوایم یک کم ذره سر خود امی چیستی سیاست خارجی که بحث هستی شناسانه است بحث بکنیم و باز میریم سر صحبت شما. اعتقاد ما بر ازیست که سیاست خارجی از او حالت کلاسیکش برآمده، حاله با تایید گپ اساتید بسیار بزرگوار که حال ما با پارادایم سازه‌انگاری مواجه هستیم، یعنی یک الگو و یا یک پارادایمی که فعلا مسلط هست. به این معنا که سیاست خارجی در گذشته اگر از بود هستی شناسی که بگویم جهان اجتماعی چی هست و یا محیط بین المللی را ما چگونه میبینیم، آیا مبتنی بر ساختارهای مادی است یا بر بود معنایی استوار هست؟ بله، دیدگاه کلاسیک و خصوصا رئالیست ها زیادتر بود مادی را، یعنی بدون از اینکه مسائل معنایی را درک بکنن، یعنی آن چیزی که سیاست خارجی را تعریف میکردن بر مبنای دو مؤلفه قدرت و منافع ملی است، یعنی کاملا بحثای مادی هست. ولی حال شرایط نظام بین الملل بسیار متفاوت شده. چند تا عامل هست که باعث شده ما ببینیم امروزه ماهیت سیاست خارجی متحول شده و بیشتر اینمی روی کرد سازنگاری یا کانستراکتیویزم بیشتر مطابقت داره. یکی پویایی خود سیاست خارجی. سیاست خارجی را به هیچ وقت قبل ما قبل از او ما البته هدف بحث ما در این برنامه ها بیشتر نو نگاه حکومت افغانستان در سیاست خارجی بعد از بن و چیزایی که در حوزه رابطه بین الملل حاکم است، وفق پذیری کدام تیوری در اینجاست. دیدگاه ها گفته شد از جانب شما. منافع ملی آقای تمنا سرش تاکید کرد و بیشتر هر دو مهمان ما سر بود سازنگاری. اما آمریکایی ها بر مبنای مؤلفه های سازنگاری در دنیا حرکت نمی کنند. اونا یک جریان نیو محافظه کارانه را که تلفیق از نیو لیبرالیزم و نیو ریالیزم است، هم در بود اقتصاد و هم در بود سیاست و نظامیگری روش تاکید میکنه و بیشترینه هنوز هم آمریکا هژمون است در دنیا و تاثیرگذاری تام در حوزه رابطه بین الملل تاملات داره. حالا چیزایی که بیشتر تاثیرگذار است سر یک ساختار کلان اجتماعی حوزه رابطه بین الملل کدام است؟ کدام جریان زیاد قابلیت کاربرد را داره و چقدر تاثیرگذار است سر کشورهای جهان سوم مثل افغانستان؟ خب اگر در امریکا ما سه تا مکتب داریم، مکتب همیلتونیسم و ویلسونیسم و جکسونیسم است. سیاست خارجی امریکا برگرفته و یا الهام گرفته از این سه مکتب است. هشت دکترینی که در سیاست خارجی امریکا مطرح شده توسط
سیاستمدارای آمریکایی همیشان متاثر از این سه مکتب است، یعنی یک چیز تقریبا ثابت ما در سیاست خارجی آمریکا داریم و بیشتر آمریکایی ها سیاست خارجی واقع گرایانه و به خصوص پراگماتیس یا عمل گرایانه را دارند. بحث ساز انگاری درست است یک بحث زیادتر نرماتیو است یا ارزشی است. وقتی که ما بحث از هویت میکنیم، بحث از فرهنگ میکنیم، ای که فرض مثال یک تصمیم گیری که در سطح عالی دستگاه سیاست خارجی یک کشور قرار داره چگونه رفتار میکنه، متاثر از فرهنگی است که در از او کلان شده، متاثر از هویتی که او داره، متاثر از مذهب و ایدولوژی که او داره، اینها بحث هایی است که سازنگاری برش میپردازه. اینا واقعیت هایی هست که هست، یعنی در تحلیل سیاست خارجی ما میتونیم زیادتر از روی کرد سازنگاری کمک بگیریم. یعنی ای که در تحلیل سیاست خارجی تحلیل کدام حوزه؟ تحلیل سیاست خارجی در حال توسعه هیچ فرق نمی کند در هر دو بودش، چی در کشورهای توسعه یافته و چی در کشورهای کم توسعه یافته، اگر ما بخوایم رفتار سیاست خارجی سیاست مدارا را ارزیابی بکنیم و تحلیل بکنیم، نظریه و یا تئوری سازنگاری بسیار خوب میتونه البته در تلفیق با دیگه نظریه ها بسیار خوب برای ما یک تبیین درست دست بده. چرا و ما یک نکته را همینجا اشاره کنم، باز سوال شما رو میگیرم با معذرت، که ما اصلا موافق از این نیستم که برای تحلیل پدیده ها ما همیشه از یک نظریه کار بگیریم. ای شاید چندان معقول نباشه. ما میتونیم برای تحلیل هر پدیده توامان از دو نظریه یا سه نظریه هر کدامش رو ببینیم بر اساس نیازمندی های و واقعیت موجود، گزینه هایش رو برگزینیم بر اساس از او تحلیل بکنیم و برای اساس میشه که نظریه سازنگاری در تحلیل رفتار سیاست خارجی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای توسعه نیافته در هر دو زمینه یک قابلیت تبیین بسیار بالایی داره. چرا جی مورگان تا بعدش والتس، بعدش برژنسکی، بعدش کسنجر و تابار هم و نظریه پردازهای آمریکایی در حوزه رابطه بین الملل که بیشتر به قول استاد گفتمان غالب هم در اکثر مقاطع زمانی بودن، اینا زیاد به دیدگاه انجاری اهمیت ندادن، چیزی که ما امروز به عنوان واقعیت‌های امروز یا نه به نگاه واقعی بانه نه در حوزه رابطه بین الملل می‌بینیم، آمریکایی‌ها زیاد معتقد نیستن. چرا؟ خب این برمیگرده باز به ما بحث‌های فرهنگی و یا پیش‌زمینه‌های هویتی آمریکایی‌ها. شما ببینین امریکا یک کشوری هست که مهاجر پذیر است، یعنی کل سیاست مدارایی که از امریکا خیستن و بسیار گپا برای گفتن داشتن در دستگاه سیاست خارجی امریکا کسایی بودند که یا تبعید شده بودند یا مهاجر شده بودند، دانشمندایی بودند که از جایهای دیگه تبعید شده بودند و مهاجر شده بودند در امریکا و با توجه به نمو فضای بکر و آماده که در امریکا بود اینها انکشاف پیدا کردند و خصوصا توانایی اقتصادی و نظامی و بقیه مسائلی که در امریکا هست، یعنی یک زمینه بسیار مساعدی را برای اینها فراهم ساخت. امریکا یک کشوری نیست مثل افغانستان که چند هزار سال سابقه داشته باشه، تضادهای درونی بسیار زیادی در اونجا وجود داشته باشه. بسیار فضای امریکا با فضای کشورهای جهان سومی یا کم توسعه مثل افغانستان بسیار متفاوت هست و همچنان فرهنگ‌ها و یا ایدولوژی‌هایی که وجود دارن و خصوصا اگر بحث‌های اسلامی و یا ایدئولوژیکی را هم ما در اینجا دخیل ببینیم میتونه بسیار متاثر باشه. ما یک کشور مسلمان هستیم، یک کشور اسلامی هستیم و در کشور اسلامی بحث‌های ارزشی و هنجاری بسیار نقش داره، بسیار رول داره و ما نمیتونیم بدون توجه به مسائل و ارزش‌های اسلامی خود ما رفتار بکنیم. در صورتی که بسیاری کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستند که زیادتر دیدگاه سکولار دارند، یعنی مسائل مذهبی چندان دخیل نیستن در بحث سیاست خارجیشان. پس بنابراین این تفاوت فرهنگی و محیطی کشورها میتونه در چگونگی رفتار سیاست خارجی از اونها هم دخیل باشن و این بسیار خوب است که ما هم اگرچه که یک کشور توسعه نیافته هستیم بر اساس در واقع واقعیت‌های موجود دیدگاه ریالیستی را زیادتر داشته باشیم، ولی این که چقدر اینها با ارزش‌های پذیرفته شده ما و با فرهنگ‌های ما تطابق داشته باشیم. پذیر است برای افغانستان. سیاست خارجی چی است؟ همین واژه سیاست خارجی یک دستگاه کلان به نام وزارت خارجه به عنوان تمثیل کننده سیاست خارجی در کنار ارگ ریاست جمهوری و
کاربرد عقلانی و سیستمی سیاست خارجی مخصوصا بعد از توافقنامه بن در افغانستان روی کدام محورها مسیر یافته و چقدر منطبق بوده بر اوضاع افغانستان؟ یک چیزم باید مفروض بگیریم، آقای تمنا هم قسمت سرش اشاره کردن، سیاست خارجی و سیاست بین الملل دو واژه متفاوت است که کاربرد متفاوت داره. سیاست خارجی تعامل کشور به کشور، روابط سیاسی و دیپلماتیک، اما سیاست بین الملل تاثیرگذاری یک فضای ساخته شده در حوزه روابط بین الملل بر کنشگران هدفمند و تاثیرگذاری کنشگران هدفمند بر ساختار حاکم. و بحث بسیار مهمی است که بعد از جنگ جهانی دوم و افول رهبری انگلستان بر دنیا، رهبری دنیا به سوی آمریکایی ها آمد و آمریکایی ها نهادهای اکادمیک و تیوریسنای بسیار قوی خود در ساختار اجرایی تلفیق کردند و یک شورای به نام شورای امنیت ملی ایجاد کردند که مشاورین ارشدش از نظریه پردازای قوی آمریکایی بود که توسط دستگاه اجرایی سیاست های آمریکا در حوزه رابط بین الملل هم در بعد اقتصاد و هم در بعد سیاست مسیر گرفت. موفقیت آمریکایی ها هم از این جهت در حوزه رابط بین الملل برجسته است. تیوری سنای حوزه رابط بین الملل قسمی که پیشتر گفتم، جیم مورگانتا، کن والز، ورژنسکی، کسنجر و سایر نظریه پردازها در حوزه رابط بین الملل یک گفتمان غالب را در زمانهای مختلف ایجاد کردند. در زمان نیولیبرالیسم، در زمان ریالیسم و بعدها لیبرالیسم و نیولیبرالیسم و کشورهای عقب مانده و در حال توسعه هم بیشتر با یک محیط بیگانه و متفاوت و فرهنگ بیگانه و متفاوت دیدگاه‌های نظریه پردازهای غربی و کشورهای توسعه یافته را وفق دادن بر جامعه خود. چقدر این دیدگاه‌های که بیشتر برخواسته از یک محیط پیشرفته و توسعه یافته و یک فرهنگ بلند ارزشی در او کشورها بود، زیاد وفق پذیر بود در جامعه در حال توسعه مثل افغانستان، و چقدر کامیابی‌ها و ناکامی‌های سیاست مقایسه‌ای در حوزه رابط بین الملل من جمله سیاست خارجی افغانستان و سیاست خارجی در کشورهای در حال توسعه سازگار به اون محیط بود و تانسته که مشکلات عمده که در حوزه کشورهای توسعه یافته در حال توسعه جریان داره او را پاسخگو باشه. یک وقفه کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم. سلام جدید برنامه سیاست خارجی، موضوعات مورد بحث معرفت شناسی سیاست خارجی در حوزه رابطه بین الملل و وفق پذیریش برای بود اجرایی کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان سوم. دیدگاه متفاوت را دوستا گفتن در حوزه رابطه بین الملل است. ریالیسم و نیو ریالیسم، قدرت محوری، تمام تاکید بر قدرت و منافع ثابت ملی یا منافعی که بیشتر مفروض است برای کشورهایی که توسعه یافته هستند، مثل کشورهای غربی. لیبرالیسم هم بیشتر برای سطح تحلیلش دولت و سازمان ها و نهادهای بین المللی است و همکاری و رشد اقتصادی و تعامل را در حوزه رابط بین الملل روش تمرکز میکنند. و نیو محافظه‌کار تلفیق ازی سیاست امروز آمریکا در حوزه رابط بین الملل هم تاکید سر قاعده های نیو لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی من جمله آزادی مارکت یا کپیتالیسم و لسفر در بود سیاستش، مثلا آزادی فردی، فمینیسم، سیکولاریسم، پلورالیسم و سایر چیزهایی که بیشتر برمیخوره، گره میخوره به دایره مورد بحث نیو لیبرالیسم. همچنان قدرت محوری هنوز هم یک بحث بسیار عمده در سیاست های آمریکا است. بودجه دفاعی آمریکا بیشتر از 700 میلیارد دلار سالانه است که از چند کشور قدرتمند هم بیشتر است. بیشترین تمرکز سر افزایش قدرت هسته‌ای و قدرت تسلیحاتی آمریکا هنوز هم در سرمشق سیاست های خارجی آمریکا است و در مجموع بیشترین پایگاه نظامی را در کشورهای آسیا پاسیفیک و سر کشورهایی که بیشتر آمریکا روی زوی حساب میکنه در حوزه منافع خود داره. یعنی تلفیق دو قاعده، هم قدرت محوری از بعد سلبی و نظامیگری و هم روی کارتهای مبتنی بر مکتب نیولیبرالیسم. اما در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان، آیا قواعد حاکم آمریکایی یا کشورهای توسعه یافته وفق پذیر است یا نه؟ اینجا تئوری های کاملا متفاوت، یک محیط متفاوت، فرهنگ متفاوت، نوع نگاه متفاوت و قاعده های حاکم متفاوت. و اگر در بحث سیاست بین الملل بیاییم تمرکز کنیم از سیاست خارجی گذشته، آیا کشورهای جهان سومی قابلیت مانع رو در حوزه روابط بین الملل داره یا نه؟ آیا افغانستان توانمندی تاثیرگذاری در سیاست‌های منطقه را داره یا همواره دنبال‌آرای سیاست‌های کشورهای کلان مثل آمریکا خواهد بود؟ شما بپرسید.
من یک مسئله را روشن کنم به بحث خیلی بسیار کوتاه که نوع پیوند بین تئوری و آنچه که در عرصه عمل ایجاد میشه دو رهیافت معرفت شناسان به خوبی افاده کرده. یکی روش پژوهش استقرایی است و دیگه قیاسی است. شما وقتی که از تئوری از یک جایگاه کلان میخواین وارد مساق ها بشین، این یک نگاه قیاسی است و این نگاه تئوریک و نگاه کلیشه‌ای مساق های عینی را جهت میده و هدایت میکنه. اما نگاه مدرن و نگاه علمی است که شما از مصداق ها به سمت تئوری برین و تئوری به عنوان یک عنصر تغییر ناپذیر کلیشه‌ای نتوانه جهت دهنده اعمال باشه، شما از مصداق های عملی در سیاست خارجی به سمت تئوری برین. لذا هیچ تئوری نیست که بتوانه سیاست خارجی یک کشور را به درستی افاده بکنه. این سیاست خارجی کشور هست که وقت مطالعه شوه معلوم میشه که با کدام تئوری و مؤلفه های هستی شناسانه کدام تئوری سازگارتر است. لذا این رو میگفتم یک بلاز متدولوژی یک اصلاح شوه، هر کشور میتوانه سیاست خارجیش از هر تئوری مورد بررسی قرار بگیره. هدف ما از طرحی بس چی بود؟ ما یک تعریف داشتیم، تعریف کلاسیک سیاست خارجی. سیاست خارجی یا این سیاست داخلیه، سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است. امروزه این تعریف کاربرد نداره. امروزه تاثیرگذاری دو جانبه سیاست خارجی بر سیاست داخلی، سیاست داخلی بر سیاست خارجی، نظر به محیط ها، محیط های توسعه یافته و محیط های در حال توسعه. ممکن است آمریکا تاثیرگذار باشه اما سیاست داخلیش برای سیاست خارجی، قسمی که پیشترم گفتم بعد از جنگ جهانی تا امروز، اما هیچ کدوم کشورهای جهان سوم همین تاثیرگذاری در یک ایجاد یک ساختار نداره، همیشه دنبال رو بودن. حالا وقتی که ما تعریف سیاست خارجی میگیم، آیا در تمام محیط ها یکسان است یا نه، باید تفاوت های داشته باشه؟ طبیعی است که تفاوت های داره با توجه به تعریفی که یک کشور از منافع ملی داره، با توجه به موقعیت جغرافیاییش، با توجه به همسایگیش، با توجه به آنچه که از جهان میخواه سیاست خارجی خاصی را دنبال میکنه و هر گونه سیاست خارجی در راستای رسیدن به منفعت است که فراروی یک کشور تعریف میشه. از اون منظر کشورهای مختلف در روابط بین الملل تصامیم متعدد میگیرند. حجم قدرت ها در روابط بین الملل، توانمندی اقتصادیشان، میزان وابستگیشان به سایر کشورها، چینش قدرت در معادلات جهانی، سیستم نظام بین الملل، موقعیت جغرافیایی یک کشور، اینا همه تاثیرگذار است بر نوع کنش های یک کشور در محیط بین الملل. طبیعی است در چنین محیطی کشورهایی که قدرت بیشتر دارند یا در او رابطه بین مرکز و پیرامون و شبه پیرامون در جایگاه مرکزی تری هستند، نوع تعاملاتشون در سیاست خارجی متفاوت است با کشورهایی که در پیرامون و شبه پیرامون قرار دارند. به عبارت سیاست خارجی میای نیازهای داخلی یک کشور با یک توانمندی با یکی از توانمندی‌های دولت که extractive capability هست یا توانمندی استخراجی پیوند میده. جایی که کشور میایه نیازمندی ها خود در محیط بین الملل جستجو میکنه که به این میگن اکستراکتیو کیپبلیتی، همین چیز سیاست خارجی است. پس برخلاف یک دید بین و ذهنی وجود نداره، قدرت تعیین کننده است به قول شما. نه، قدرت هم بستر هست، اما چه که تعیین میکنه که شما به دنبال چی هستین، نیازهای درونی شماست و فضای شما بود که بیشتر جان بکس گفتن فضای شما از همکاری، رقابت یا منازعه در روابط بین الملل هست که باعث میشه کنش های شما در روابط بین الملل در عرصه سیاست خارجی کنش های هدفمند باشه، کنش های انزواگرایانه باشه، کنش های مبتنی بر اتحاد و ائتلاف باشه، کنش های مبتنی بر رقابت و دشمنی هر چیز دیگه. اینها همه باعث میشه که یک کشور در محیط بین الملل جایگاهی تعیین شه. به عبارت آنچه که تعیین کننده حضور یک کشور در نظام بین الملل هست، نوع کنش و تفکرش در عرصه سیاست خارجی. بسیار زیاد تشکر. پرسش میگیریم از آدینس و ما از همکار تکنیکی ما تقاضا میکنم که مایک بیاره، کسایی که سوال داره، کسایی سوال داره. بسم الله الرحمن الرحیم. نصر احمد قیومی هستم، دانشجوی سمستر سوم روابط بین الملل دانشگاه افغانستان. از مباحثی که دکتر صاحب تمنا و دکتر صاحب سجادی و خانم عادلی کردن برای من یک سوال ایجاد شد که چنانچه از عنوان برنامه پیداست که معرفت شناسی سیاست خارجی افغانستان، بحث ها بیشتر روی موضوع بود که کدام تئوری ها میتونن، قسم که شما پرسش میکردین که واقعیت سیاست خارجی افغانستان خوب انعکاس بده. باور من ایست و می پرسش مطرح میکنم از جناب دکتر صاحبا در این بخش و خانم عادلی که ما باید پرسش اصلی مهم میره که افغانستان باید بکنه نمیکنه، او پرسش تاریخی مهم است. بس ایست که افغانستان به عنوان کشوری که در این گوشه کره زمین موقعیت داره، افغانستان چیست؟ افغانستان چی بوده در گذشته؟
و ما که اکنون اینجا هستیم کی هستیم؟ تا این پرسش مهم پاسخ ندیم، تبیین نکنیم، هیچ یک از تئوری هایی که امروقه میگه رابرت کاکس میگه، هر تئوری، هر نظریه برای هدفی برای کسی ساخته شده است. به همین دلیل هم است که ما در افغانستان تجددگرایی را که امان الله خان میخواست ایجاد بکنه، تاریخ و جغرافیا البته بیشتر بود مادیگرا نه، ما سر افغانستان نامه داریم. تجددگرایی که امان الله خان میخواست ایجاد بکنه به دلیل از اینکه او پرسش مهم افغانستان به عنوان یک کشوری که در این گوشه از دنیا هست، یک کشور سنتی، نادیده گرفت. و امروز هم کسایی که فکر میکنن که کشور را میتونن مثلا بدون پاسخ دادن به او پرسش های اساسی به جای ببرن، راه به بیراه میره. ما در مباحث سنت و سکولاریزم، در مباحث سنت و تجدد، خلاف او بحث هایی که در مطالعات توسعه ایجاد شده و ما عمدتا میخوانیم، اما در سنت الهیات مسیحی میبینین که تحول در غرب از درون سنت به وجود آمده. این بحث درونی شده. امروز بله، امروز به این خاطر است که من پرسش میکنم، سوال اساسی من است که افغانستان با توجه به اینکه در گذشته تاریخی چی بوده، افغانستان کشور به عنوان حائل، به عنوان یک نظریه که ساخته شده، چی راهکار را باید ایجاد بکنه، خودش را تعریف بکنه، بعد از تعریفش ما چگونه میتونیم، یعنی این پرسش اساسی است که جوابش بر ما تا اکنون معلوم نیست، چگونه میتونیم از میان توری ها، از میان چیزایی که ما میخونیم میبینیم و خودی که افغانستان چی هست و نمیتونه افغانستان، مثلا ما ببینیم که افغانستان اگه توری استفاده کرد آلمان بشه، این ممکن نیست. افغانستان سنت تاریخی خودش را داره، ارزش‌های خودش را داره. پرسش اساسی ما از جناب مهمانان محترم است که راهکارشان، بحثشان و پروژهشان در این زمینه چیست؟ بسیار زیاد تشکر. تشکر بسیار زیاد. از خانم عالی پاسخ میگیریم، میایم سر دوست دیگه هم بسیار. خواهش میکنم. ما با بحث دوستمان بسیار موافق هستم. وقتی که ما میخواییم سیاست خارجی افغانستان بحث بکنیم، اولتر از همه ما باید ببینیم ما در کجای نظام بین الملل قرار گرفتیم، موقف ما چی است و تصور دیگه دولت ها نسبت با ما به عنوان یک کشور مستقل چگونه هست و ما را چگونه میبینن. این بسیار مهم است. این که اول ما ببینیم در کدام فرهنگ، با کدام هویت، با کدام توان اقتصادی، با کدام توان نظامی و دیگر ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی که ما داریم، در کدام موقف هستیم، از نظر ژئوپلیتیک چه نقشی میتونیم در منطقه و در جهان ایفا بکنیم، و بعد برداشتی که دیگر کشورها نسبت به این بسیار تاثیرگذار هست در نحوه و یا در رفتار سیاست خارجی افغانستان. ای که آیا ما از یک موقف بسیار قدرتمند اقدامات و تصمیمات خود در حوزه سیاست خارجی اتخاذ بکنیم و یا از موقف ضعف. تمامی برمیگرده که ما اول ببینیم که ما در کجای نظام بین الملل قرار گرفتیم و برداشت دیگران نسبت به ما چی هست. ای که در بسیاری موارد حال ما پیرو و دنبال رو کشورهای قدرتمند علل خصوص امریکا شدیم، با عنوان یک کشور قدرتمند که حامی ما می باشه و در بسیاری موارد سیاست خارجی ما را هم پیروی از یک قدرت بزرگ مثل امریکا تشکیل داده، و در بسیاری موارد ما می بینیم که خواهنمی متحد قدرتمند ما چی میگه، منافعش چگونه ایجاب میکنه، و بعد رفتار سیاست خارجی ما بر اساس از او شکل میگیره. کلش برمیگرده به ای که ما یک موقف بسیار قدرتمندی از خود نمی بینیم در نظام بین الملل. هنوز هم تاکید روی قدرت محوری به قبل شما. بله طبعا، هر این یک چیز طبیعی است که هر کشور اما قدرت و منافع خود می بینه و قدرت و منافع خود را در اتحاد و یا ائتلاف و یا همسویی با دیگر کشورها تعریف کنه. چون ما بسر... یکم علمی تر بریم داخل، روی کدام مکتب شما نیو ریالیست هستین تا بود سازنگارانه که پیشتر مطرح کردید؟ ما پیشترم گفتم اصلا موافق از این نیستم که یک تئوری واحد و مشخصی را ما انتخاب بکنیم، به خاطر از اینکه سیاست خارجی کنش است، اقدام است، تصمیم است، ای که شما موضع میگیرین، یک اقدامی را صورت میدین. در اونجا وقتی که شما یک اقدامی را صورت میدین، فکر نمیکنین که آیا این مطابق کدام نظریه و کدام تئوری قرار میگیره. به هیچ عنوان سیاست مدار ما سر فکر نمیکنه. فهم تبیین میکنه برای دقیق است. در صورت از اینکه ما شناخت از تئوری ها
الگوها، پارادایم های مسلط داشته باشیم، این برای ما یک چشمنداز روشن میکنه و به حیث یک چراغ راهنما هست. ولی وقتی که ما تصمیم میگیریم که همیان روابط خود با پاکستان آیا یک رابطه صلح‌آمیز داشته باشیم یا یک رابطه خصمانه داشته باشیم، در اونجا دیگه ما فکر نمی کنیم سر از اینکه این مطابق کدام تئوری است، بلکه اقدام است، کنش است، دفعتن اتفاق میفته و بر اساس ملاحظات سیاسی امنیتی و دیگه ملاحظاتی که ما داریم چیز مسائل درونی خود ما و چی روابطی با دیگه کشورهای خارجی داریم. اما برای تحلیل همین رفتار ما که ما تصمیم گرفتیم روابط صلح‌آمیز با آمریکا با پاکستان داشته باشیم، این یک رفتار است، یک کنش است. برای تحلیل اینمی کنش باز دیگران میتونن بیان بر سر از این تبصره بکنن و یا تحلیل بکنن که این بر مبنای کدام تئوری است. آیا بر مبنای دیدگاه‌های نئولیبرالیستی است؟ بله، دیدگاه‌های نئولیبرالیستی زیادتر تاکیدشون سر همکاری هاست و همگرایی هاست، علل خصوص همکاری‌های اقتصادی، و این میتونه یک روی کرده باشه که فعلا بسیاری کشورها از این متاثر شدن، چون همیال یک دیدگاه مشترک وجود داره بین کشورها. دیدگاه ها نسبت به مفهوم امنیت تغییر کرده. یک مشکل اساسی که ما در افغانستان داریم مقوله امنیت است. شما محیط بین الملل را یکسان و یک دست تعریف میکنین به تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، یا نه منطقه و محیطی کدام یک؟ خواهی میگم برمیگرده به برداشت سیاست مدارای ما. شما سیاست مدار، برداشت شما طبیعتاً متفاوت هست. طبیعتاً متفاوت هست. ما موقف خود در سطح کشورهای همسایه یک قسم تعریف میکنیم، در سطح منطقه دیگه قسم تعریف میکنیم و در نظام بین الملل دیگه قسم. محیط حاکم بر منطقه، بر منطقه ای که ما محیط حاکم چی نوع یک محیط است از قبل شما؟ طبیعتاً این یک چیز واضح هست. در منطقه و یا در هر جای دیگه کشورها هم تمایل به رقابت با یکدیگر دارن، هم رقابت‌های اقتصادی، رقابت‌های نظامی و غیره و ذالک، و هم یک رویکرد همکاری و همگرایی وجود داره. هر دو نوعش هست، نمیتونیم که ما تکبودی ببینیم و این در همه جای ثابت است، ولی چگونگی و ماهیتش فرق میکنه. بسیار زیاد تشکر. البته بس ما سر معرفت شناسی سیاست خارجی است. خوب است که لاجی کنیم این سیاست خارجی را، دیدگاه تمام مکتبا را از بود معرفت شناسی. حالا خودش مسیر باز میشه برای نوع نگاه حکومت مدارای ما و چیزایی که ما به عنوان ابزارهای سیاست خارجی در نظر گرفتیم. محیط حاکم بر منطقه بعد از توافقنامه بن چگونه یک محیط بوده و قواعد حاکم امروز؟ در بحثای که تا حالا مطرح شد دو نکته به نظرم نیاز به تذکر و توضیح داره. نکته اول این که فرق بگذاریم بین تئوری که راهنمود عمل و مبنای استراتژی سیاست خارجی یک کشور هست و تئوری که چارچوب تحلیل ما برای فهم سیاست خارجی یک کشور هست. بین این دو باید تفاوت بگذاریم. ما وقتی میگیم که چارچوب تئوری که سازه‌انگاری یا کانستراکتیویسم یک چارچوب تحلیلی مناسب برای فهم و معرفت سیاست خارجی یک کشور هست، ای به این معنا نیست که سازه انگاری مبنای عمل برای رفتار سیاست خارجی یک کشور است. یک نکته. دقیقا با توجه به همون ظرفیت های درونی که در نظریه کانستراکتیویسم یا سازه انگاری وجود داره، ما داریم میگیم که این نظریه نسبت به ریالیزم و نیورئالیزم و لیبرالیزم و انواع لیبرال ها و اینا جامعه تر هست، که ایران اشاره میکنم خدمت شما. این تذکر اول. تذکر دوم ای که فهمی ای که کانستراکتیویسم یک نظریه نرماتیو یا هنجارگرا است به نظر من با ماهیت نظریه تفاوت داره. ببینید سازه انگاری روی پندارهای مشترک تاکید میکنه، روی ذهنیت مشترک تاکید میکنه، یعنی اینکه میتونه این ذهنیت مشترک ناشی از ارزش‌های مشترک باشه، میتونه ناشی از منافع مادی مشترک باشه، میتونه ناشی از فضای فرهنگی مشترک باشه. کشورهای غربی یا کشورهای لیبرال، کشورهای عضو ناتو شما در مجموع در نظر بگیرید، سیاست خارجیشون با هم، رفتار سیاست خارجیشون با هم قرابت داره. چرا؟ برای اینکه فهمشان از خود و دیگران، از ماهیت روابط بین المللی
و از ماهیت محیط بین المللی بسیار با هم نزدیک هست. بنابراین در نظر سازنگارا نه اینکه ارزش ها بیشتر مورد توجه قرار می گیره و منافع و قدرت و امثال اینا از نظر دور داشته میشه، حتی قدرت اونجا مورد توجه قرار می گیره، اما قدرت اونجا بیشتر قدرت گفتمانی است، قدرت شکل دهی ذهنیت های دیگران در راستای فهم خود. اگر شما بتونید دیگران را در راستای فهم خود که کشور آ کشور تروریستی است و مضر است برای امنیت و ثبات بین الملل، اگر این فهم شما برای دیگران هم افهام شود و این تلقی و ذهنیت در دیگران ایجاد شود، شما اعمال قدرت کردید. شما تا نیستید به راحتی یک کشور بسیار دمساز و همراه با محیط بین المللی را در جایگاه تروریسم قرار بدید. بنابراین این نکته را ما باید توجه بکنیم. دقیقاً با همین نگاه احتمالاً بشه اون صحبتی که دوست عزیز ما سوال کرد، نگاه تاریخی او را هم به نوعی تحلیل کرد. ببینید بدون شک ما وقتی که مجموعه عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی کشورها رو تحلیل میکنیم، امروزه آقای اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان این گونه نیست که دل بخواهانه بخواد سیاست خارجی رو تعریف بکنه و استراتژی برای او پیشنهاد بکنه، بلکه فهم او از قدرت ملی، فهم او از بازیگران، از همکاران، از کسایی که در حالت رقابت و منازعه با ای قرار داره، ذهنیت تاریخی او، اینا همه میتونه تاثیرگذار باشه. شما ذهنیت تاریخی کشور ما وقتی در نظر بگیرید، یک از فاکتورهای تاثیرگذار روی سیاست خارجی ماست و در نظر رئالیسم ذهنیت تاریخی جایگاهی برایش در نظر گرفته نمیشه و همچنین در نظر لیبرالیسم. اما نظر سازنگاری به راحتی، یعنی اینکه او ذهنیت تاریخی ما یک از سرچشمه های فهم ما در مورد دنیای امروز ماست، تعریف ما از خود و دیگران. شما وقتی ذهنیت تاریخی رو نگاه میکنید، در ذهنیت تاریخی سیاستمدارای ما این تلقی وجود داره که افغانستان بدون همراهی با سیاست‌های انگلیس و روس نمیتونه راه به جایی ببره. هر چی که میبینید در سیاست خارجی مملکت از امیر دوست محمد خان تا امیر عبدالرحمن تا امان الله خان تا ظاهر خان تا امروز متاثر است از ساختار و نظام بین الملل و تاثیرگذاری‌هایی که وجود داره. یعنی این یک ذهنیت برای ما ایجاد کرده که ما نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ نظامی و امنیتی، نه به لحاظ فرهنگی از هیچ جهت نمیتونیم در تعارض با نظام بین الملل منافع ملی خود تامین بکنیم. پس این یک نوع ذهنیت تاریخی است که وجود داره. حالا با این نگاه چیزی را که شما اشاره کردید که خب حالا رویکردهایی را که ما امروزه چطور میتونیم با استفاده از دیدگاه های مختلفی که وجود داره به فهم علمی سیاست خارجی افغانستان دست پیدا بکنیم، من در آغاز خواستم دو سه تا نکته را خدمت شما یادآوری بکنم. اولین چالشی که در مطالعه علمی سیاست خارجی افغانستان وجود داره اینه که متاسفانه ما با فقر شدید ادبیات آکادمیک در حوزه سیاست خارجی روبرو هستیم. خیلی از بحث های امروزه برای سیاستمداران و کارگزاران سیاست خارجی ما جذابیت نداره، برای اینکه در این فضاهای فکری اصلا ما حضور نداریم. وقتی کارگزاران شما، پالیسی میکرای شما، اینا آدمایی هستن که زراعت خوانده، نمیدونم اقتصاد خوانده، نمیدونم معدن شناسی خوانده، حالا میخوای بیاید سیاست خارجی شما را در دنیای پیچیده در همتنیده امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار بده، اصلا خسته میشه از این مفاهیم، فهم اینا برایش سنگینه. این اولین چالش که وجود داره. چالش دومی که وجود داره اینه که بین تئوری و عمل متاسفانه ما یک فاصله عمیق رو مشاهده میکنیم. به این معنا که تئوری برای سیاست خارجی در اون بادی که گفتیم تئوری برای اقدام، تئوری راهنمود عمل هست برای سیاست خارجی و در کشورهای جهان سومی مثل افغانستان متاسفانه آدم ها برای اقدام و تصمیمش نیاز به تئوری احساس نمی کنه. یعنی اقدام میکنه بدون اینکه مبنای تئوریک برای این تصمیم خود داشته باشه. لذا در اینجا اصلا کاربرد تئوری های سیاست خارجی به عنوان مبنای تصمیم گیری و پالیسی سازی اصلا یک چیز کاملا ناشناست و مورد توجه قرار نمیگیره. و مهمتر از همه مسئله چالش سوم هست که تئوری سیاست خارجی در گفتمان غالب تئوری غربی سیاست خارجی است. تئوری رابط بین الملل امروز تئوری غربی رابط بین الملل است. این رو وقتی شما میاد اپلای میکنید در کیس کشور اسلامی و جهان سومی مثل افغانستان، میبینید که با خیلی از موارد اما و اگر و پرسش ها روبرو میشید. در تئوری غالب گفتمان غالب که ما الان از او صحبت میکنیم سازنگاری، در اونجا شما کاملا با نسبی گرایی سر و کار دارید، شما در اونجا با سکولاریسم سر و کار دارید، شما در اونجا بر اساس همون دیدگاه آقای مورگنتا
کی که بین ارزش های سیاسی و ارزش ها اخلاق فردی و اخلاق سیاسی سر و کار دارید؟ اینا چیزاییه که در گفتمان اسلامی باز قابل جا نداره. بنابراین یک از چالش هاییه که آنچه که ما به تئوری های رابط بین ملل و سیاست خارجی از یاد میکنیم بیشتر ماهیت غربی داره، بنیان و پایه های تئوری که غربی داره، اینا را میشه در کیس مثل افغانستان استفاده کرد، اما نیاز به این داره که در بعضی جاها اینا باید دستکاری شوه، یعنی بومی سازی شوه به قول امروزی ها. در اون صورت ما میتونیم از این تئوری استفاده بکنیم. بسیار متشکر. محیط برخواسته از تنازعات هویتی و مشکلات درونی فرهنگی در کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه و محیط غربی، تئوری های روابط بین الملل غالبا تئوری غربی است و انتقال کرده از کشورهای غربی به کشورهای در حال توسعه و امروز کاربرد بسیار گسترده در حوزه روابط بین الملل کشورهای جهان سوم دارند. ریچارد لیتل، آرس و چنگینگ مون سه نظریه پرداز کشورهای جهان سومی هستند. اینا هم این انتقاد را کردند که بیشتر بنابر نبود تئوری سنای کشورهای جهان سوم، ناگزیری انطباق تئوری های کشورهای در حال توسعه در کشورهای توسعه یافته در حال کشورهای در حال توسعه مشکلات و چالش های بسیار جدی را به وجود آورده. اینا روی فاکتورهای درونی کشورها از نظر رژیم و فرهنگ زیاد تاکید میکنند. رژیم های بسته، مستبد و دیکتاتور و فرهنگ های زیاد ناشنا با مؤلف های امروزی توسعه یک مقدار چالش هایی است که این کشورها را متاثر ساخته و خود تعریف و وفقدهی سیاست خارجی و سیاست بین الملل در این کشورها هم با چالش های مواجه ساخته. آرس و امون بیشتر روی قدرت نرم افزاری در کشورهای جهان سومی تاکید میکنه و میگه که این کشورها بنابر نبود امی قدرت متاثر هستند و چالش هایی که در بود امنیت بین الملل، در بود اقتصاد، در بود سیاست منطقه‌ای این کشورها دوچار از او هستند در درون به وجود میاد تا فشار بیرونی. و ریچارد لیتل هم بیشتر سر محیط های امنیتی و محیط های فرهنگی کشورها تاکید میکنه که سه دسته از محیط، محیط امنیتی متقارن، محیط امنیتی نامتقارن و محیط امنیتی فرامیلی را روش انگشت گذاشته. محیط امنیتی متقارن کشورهایی که از نظر قدرت مساویانه در کنار یکدیگر قرار گرفتند. محیط امنیتی نامتقارن موقعیت گیری یک قدرت ضعیف در کنار قدرت های قوی مثل افغانستان که فعلا وجود داره. محیط امنیتی فرامیلی محیط امنیتی است که کشورهای ضعیف به ضعیف در کنار هم. هر سه نوع محیط ها از نظر تعریف و ترسیم سیاست خارجی شکلیات و رویکردهای متفاوت دارند و این تفاوت میتونه از نظر محیطی زیاد محاسب بشه و تا یک دایره واحد وام. یک وقفه کوتاه بگیرید. سلام مجدد. برنامه سیاست خارجی، بحث ما معرفت شناسی سیاست خارجی و وفق پذیری تئوری های بین الملل در کشورهای توسعه یافته و کشورهای دار جهان سوم. و آدینس میریم سوال میگیریم از آدینس از این طرف از آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. ذبیح الله عادل هستم، محصل علوم اجتماعی دانشگاه کابل و همچنان محصل علوم سیاسی دانشگاه ابن سینا. و سوال ما دیست، آیا کشوری که در سیاست داخلی خود ناکام بوده میتونه در سیاست خارجی خود کامیاب واقع شوه؟ مثلا ما شاهد ازی هستیم که آقای دوستم خانه نشین شده، هنوز سیاست لوتری و ولتری در افغانستان معلوم نیست و همچنان نشانه هایی را داره. آیا میتونه این مطرح باشه؟ از کیست پرسشتان؟ پرسشم از آقای سجادی. به نام خدا، قیس احمد قادری هستم، دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه افغانستان. من دو سوال داشتم. یک سوال از دکتر صاحب سجادی در کیس افغانستان که گفت وقتی کنستراکتیویزم موضوع کرده صاحب که تغییر فهمش باعث تغییر رابطش میشه، سوال ما است که امی تغییر جهتی که آقای کرزی میته این ناشی از ضعفای درونیش است؟ چون کرزی 2001 کرزی است که دفتری برای کار نداره، بادیگاردی برای محافظت خود نداره، اما کرزی 2009 کرزی است که حداقل در حدود بیش از 200,000 نیروی امنیتی رابط خارجی با
بیشتر از چندین کشور و یا داره. آیا این تغییر ناشی از ضعفش است یا کمیت یا تغییر فهمش، تغییر در فهمش است؟ و یک سوال هم از دکتر صاحب تمنا داشتم، می که گفتن که کانستراکتیویسم یک گفتمان میتونه حاکم باشه، تحولات حاکم در افغانستان مثلا در منطقه که ما هستیم در مطالعات امنیتی یک بحث جدید است به نام توازن نوین یا بعد برخلاف کلاسیک که کشورهای قدرتمند منطقه میان در درون کشورها یکی از گروه ها را به نفع خود حمایت میکنند تا توازن به نفعشان تغییر بده. جهتگیری های روسیه نزدیکی با روسیه با طالبا به می شکل حمایت قوی امریکایی از دولت افغانستان به تعقیبش هندوستان و بعضی کشورهای همسو با امریکا، این را چگونه میتونیم تبیین بکنیم؟ بر اساس کنستراکتیویسم یا بر اساس امریالیزم شاخه توازن نوین است؟ تشکر. تشکر بسیار زیاد. به نام خدا، عبدالفتاح عظیمی هستم، دانشجوی ماستری رابط بین الملل از دانشگاه افغانستان. سوال ما هم از جناب دکتر سجادی است و اونا فرمودن که ما در تئوریایی را که در رابط بین الملل میبینیم غربی هستند و ما در جهان سوم نمیتونیم وارا تطبیق بدیم، در حالی که خود مفهوم جهان سوم یک دیدگاه غربی است و نظریه پردازایی را هم که شما گفتین که جهان سوم مطرح کردن و گفتن که تا جهان سوم چون که نظریه پردازای قوی نیست و دچار مشکل هستن، اونا هم غربی هستن، او هم یک دیدگاه غربی به مسائل شرق یا کشورهای غیر غربی بهتر است بگوییم است. در حالی که با در نظر داشت این موضوع، ما میبینیم کشورهای مثل ژاپن، مثل مالزیا و مثل هند دانستن با استفاده از عمو تیوری های غربی یا بازار آزاد ژاپن، بازار آزاد دموکراسی در هند، مالزیا و کثرت‌گرایی در مالزیا که سه قوم تانستن با استفاده از تئوری های غربی و بدون تلاش بر نظریه پردازی در حوزه خودشان به دست آورده های بسیار بزرگی در سیاست خارجیشان نائل شوند. ما چطور میتونیم که ایران نادیده بگیریم؟ ما باید بگوییم که افغانستان باید به دنبال ازی باشه که روابط بین المللش خودش تعریف کنه، جایگاه خودش در سیاست خارجی خودش تعریف کنه، جایگاه خود در سیستم نظام بین الملل تعریف کنه. ایره ما چطور میتونیم که توجیه کنیم؟ بسیار تشکر. بسیار تشکر. از جناب سجاد میخوایم شروع کنیم. از این بحث آخر من فکر میکنم که یک چیز بسیار روشن هست که تئوری ها از دل مطالعات تجربی جوامع خاص متولد میشه، یعنی رئالیسم محصول مطالعه تاریخ دیپلماسی جهان هست که مهد دیپلماسی جهان اروپا و غرب بوده. لذا شما میبینید که رئالیسم مبنای شکل گیریش توسیدید هست، ماکیاویل هست، هابز هست، تا میرسیم به مورگنتا و والتس امثال اینا، همه بالاخره اینا بالاخره بر اساس فهم خودشان از جوامعی که در اونجا زندگی میکردن مباحث رو مطرح کردن و مبانی شکل گیری یک تئوری رو در واقع اینا شکل دادن. بنابراین صحبت این نیست که این تئوری ها برای کشورهای دیگر مفید نیست، طبعا مفید است، اما صحبت اینه که تئوری که در یک جامعه کاربرد داره و جواب داده الزاما در جوامع دیگر ممکنه جواب ندهد به دلیل تفاوت در شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. هند و بخصوص کشورهای اسلامی عرض کردم، کشورهای اسلامی چون شرایط و وضعیت خاص را داره. شما چه بخواید یا نخواهید در کنستراکتیویسم همطور که عرض کردم هم یک نوع نسبی‌گرایی مطلق وجود داره، همچنین در نظریه گفتمان، در حالی که در تفکر دینی شما نسبی‌گرایی را به صورت نسبی میتونید بپذیرید، نه نسبی‌گرایی را به صورت مطلق. و همچنین در ارتباط با بحث دخالت ارزش‌ها و ایدئولوژی در عرصه سیاست، جایگاهی در کنستراکتیویسم خیلی وجود نداره، اما در گفتمان اسلامی به عنوان یک مسئله مطرح است. به این لحاظ عرض کردم که خلاهایی وجود داره در این تئوری‌ها، چون ناظر به او کشورها بوده، او جوامع بوده، وقتی در کشورهایی مثل افغانستان اینا رو شما به کار میگیرید با یک خلاها و بعضی تنگناهایی روبرو میشید که نیاز دارید اینا رو بازسازی بکنید و این سخن به معنی نیست که اونها هیچ نمیتونه کاربرد داشته باشه. بحث ژاپن و اندونزی و مالزی و امثال اینا هم که اشاره کردن، شما ببینید که الگوی توسعه، حالا در بحث سیاست خارجی که نه، مثال دوستای ما بیشتر در بحث توسعه و دیولپمنت و انکشاف است، در اون زمینه ها
هم یک سری تفاوت‌های بین ژاپن و ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی وجود داره. شما در وسایل توسعه می‌بینید که نظریه مدرنیزاسیون که الگوی حاکم برای توسعه در جامعه غربی بوده، نظریه از بالا به پایین هست، اما در کشورهای مثل ژاپن، اندونزیا و امثال اینا هنوز هم فرهنگ وفاداری به امپراتور و امثال اینا سنت‌های بسیار پایدار بوده که تاثیرگذار بوده در بحث شکل‌گیری حاکمیت و وفاداری مردم به حکومت. در ارتباط با بحث ضعف سیاست داخلی و خارجی که اشاره کردن، بله هر کشوری میتونه سیاست خارجی داشته باشه، حتی ضعیف‌ترین کشورها، اما سیاست خارجی قوی زمانی ممکن است که شما از پشتوانه قدرت ملی برخوردار باشید. سیاست خارجی افغانستان بعد از بون، سیاست خارجی، من سوال دوستار دارم میگم، یک سوال مطرح شد که سیاست خارجی که بالاخره الان اشاره کرد به معاون رئیس جمهور رو بحثای دیگه، من میخوام این طرز کنم که هر کشوری میتونه سیاست خارجی داشته باشه، حتی ضعیف‌ترینشان، اما سیاست خارجی مقتدر و تامین کننده منافع ملی مربوط به آن کشوری است که از قدرت ملی برخوردار باشه. وقتی شما در داخل در رهبری نظام سیاسی سخن مشترک ندارید که روی میز جامعه جهانی بگذارید، یا دیدگاهی مشترک ندارید به عنوان تعریفی از منافع ملی افغانستان، طبیعیه که نمیتونید از یک پایگاه قوی و از یک پشتوانه قدرت قوی شما تعامل بکنید. قدرت ملی چی؟ ببینید، قدرت ملی رو در با توجه به بحثایی که نظریه سازنگاری و دیدگاه های پسامدرن مطرح میکنه ما باید مورد تعریف قرار بدیم. قدرت ملی فقط تاب و تانگ نیست، قدرت ملی فقط تعداد عساکر نیست، قدرت ملی منطق سیاسی قوی هست، قدرت ملی قدرت اقناع‌سازی هست، قدرت ملی فرهنگ در واقع قوی، افکار عمومی قوی، تمام اینا میتونه قدرت ملی باشه که اینا میتونه در واقع یک دولت را یا یک کشور را در نظام بین الملل در جایگاهی برتر قرار بده. بسیار زیاد تشکر آقای تمنا. چه گوش مرش بحثی که کنستراکتیویسم گفتمان حاکم است، بازم به یه اشاره میکنم که هیچ تئوری نیست که نتوانه یک فکتور در محیط بین الملل تبیین بکنه. بحثی است که کدام تئوری بهتر میتوانه این کار بکنه. مفیدیت تئوری در ایست که کدام تئوری مؤلفه های معرفت شناسی و اصل شناسی قوی تر داره برای تبیین یک فکت در محیط بین الملل. یک مسئله. مسئله دوم، نظریه سیاست خارجی با نظریه سیاست بین الملل متفاوت هست. بارها در حتی در بحث امروز، حتی در مباحث عمیق دانشگاهی، نظریه روابط بین الملل معادل با نظریه سیاست خارجی میگویند. آنچه که ما به نام نظریه سیاست خارجی میگوییم و به ریالیسم و لیبرالیسم و کنستراکتیویسم نسبت میدیم، برداشت هایی است که دانشمندان کردند از آنچه که در این تئوری ها گفته شده. اگر نه کنستراکتیویسم به صورت مشخص بس درباره سیاست خارجی ندارد، لیبرالیسم به صورت مشخص بس درباره سیاست خارجی ندارند، اما مفاهیمی که اینا بس میکنند درباره مسائل و روابط خارجی کشورها، از اونها میشه تئوری سیاست خارجی استنباط کرد. به جز سه نظریه پرداز که اول می خدمت شما عرض کردم، جیمز روزنا با نگارش مقاله به نام پیش نظریه و نظریه های سیاست خارجی، شنایدر و همکارانش که در محیط تصمیم گیری گفتن و تصمیم گیرندگان مطرح کردن، و هارولد و مارگارت اسپراوت، هیچ مقاله عمیقه که به صورت دقیق روی نظریه پردازی سیاست خارجی بس کنه بنیان مطالعات سیاست خارجی نیست. لذا آنچه که ما میگیم نظریه سیاست خارجی رو میخوایم از دل روابط بین الملل بکشیم، به مخاطر ای باعث یک خلأ در مطالعات و ادبیات موجود به سیاست خارجی نه تنها در افغانستان بلکه در کل جهان شده. وقتی ما میگیم کنستراکتیویسم نگاه جامعی برای تبیین رویکردهای سیاست خارجی افغانستان داره، به خاطر است که مؤلفه‌های هستی شناسانه کنستراکتیویسم نزدیک است به آنچه که در افغانستان اتفاق میفته. وقتی خود داعش به میان میآید، طالبان و روس‌ها به هم نزدیک میشن، به خاطر درک مشترکی از تهدید هست، تهدیدی به نام داعش که هم متوجه روسیه است هم متوجه طالب، و این درک مشترک باعث همکاری بین طالبان و روسیه چیزی هم بود. قواعدی که بیشتر حاکمیت داره در حوزه داخلی، حالا تاثیرگذاری که بیشتر کشورها در تضاد منافعشون در افغانستان دارن، یک محیط را ترسیم کردن، یک محیط حاکمه که همه در تلاش رسیدن به هدف و امو منافع در حال تعریف یا منافع ثابتشان هستند. محیط حاکم برای این منطقه چگونه یک محیط است؟ بنابر اون محیط کدام تئوری میتونه بفضیل باشه؟ بازم من تاکید میکنم که تئوری که میتونه سیاست خارجی افغانستان تبیین بکنه
مؤلفه‌های هسته شناسی و معرفت شناسی قوی‌تر برای تبیین رویکردهای سیاست خارجی افغانستان داره کنستراکتیویسم است. محیط پیچیده است. تعارض منافع میان قدرت‌ها در افغانستان وجود داره. ما تنها کشوری هستیم در جهان که متعلق به سیستم‌های امنیتی پیرامون خود نیستیم. ما 5 سیستم امنیتی پیرامون ما هست. سیستم امنیتی آسیای مرکزی، سیستم امنیتی خاورمیانه، سیستم امنیتی جنوب آسیا و یک سیستم امنیتی در حال نضج‌گیری به نام شانگهای و یک سیستم دیگر که ما در مطالعات امنیتی خود نامش شادو سکیوریتی سیستم یا سیستم امنیتی سایه ماندم که ناتو است. ما متعلق به هیچ کدام از سیستم‌های امنیتی منطقه خود نیستیم. این گره در سیاست خارجی ما در عرصه امنیتی است. لذا این باعث میشه که کشورهای منطقه تاثیرگذاری‌های سلبی بر امنیت افغانستان داشته باشند و آنچه که تاثیرگذاری‌های ایجابی است برمیگرده به ظرفیت‌های اندک حکومت افغانستان در اکستراکتیو کیپبیلیتی یا بهره‌مندی از ظرفیت‌های جهان برای انکشاف اقتصادی کشور. یعنی ما در عرصه امنیت در سیاست خارجی خود به قدری که در عرصه اقتصاد موفق بودیم موفق نبودیم در سیاست خارجی. سیاست خارجی انکشاف محور ما برجسته تر بوده از سیاست خارجی امنیت محور ما. اگر دو ستون اصلی سیاست خارجی افغانستان بعد از بون ما انکشاف و امنیت بگیریم واقعیتی است در عرصه انکشاف ما موفق تر بودیم تا در عرصه امنیت. اما بیشتر سیاست خارجی ما امنیتی است تا انکشاف. تا تشکیل حکومت وحدت ملی بیشتر مهم تا تشکیل حکومت وحدت ملی امنیت محور بود. یعنی ما از دریچه امنیت به انکشاف اقتصادی می رسیدیم، اما بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی اقتصاد محور هست و حکومت افغانستان می خواهد از دریچه اقتصاد به امنیت برسد و این تعاملات منطقه‌ای تعاملات جهانی حکومت افغانستان نشان داده که اقتصاد عنصر اساسی تعامل افغانستان است. تمام نشست‌های بیشتر در منطقه بر مبنای اولویت‌های امنیتی منطقه مثل افغانستان بوده. آخرین نشست در ریاض آمدن ترامپ و کشورهای اسلامی روی فاکتور امنیت کشورها در کشور در کنفرانس شانگهای بیشتر سر قواعد امنیتی صحبت شد، در جنوب آسیا بیشتر سر قواعد امنیتی صحبت شد. اولویت دهی امنیت در حوزه سیاست خارجی افغانستان، حالا فکر میکنین محیط حافظی است به قول الکساندر وین در منطقه و باید ابزارهای حافظی طراحی شود برای یک طرح یک سیاست خارجی خوب برای افغانستان یا نه؟ دو چیز باید تفکیک کرد. اگه سیاست خارجی جهان هست در قبال افغانستان امنیتی است. در هیچ تردیدی نیست که چنانچه کوپنهاگیا میگن همه چیز از عینک امنیت جهان میبینه در افغانستان، اما اون چیزی که افغانستان در سیاست خارجی خود میبینه از عینک اقتصاد میبینه. لذا سیاست خارجی افغانستان اقتصاد محور هست، سیاست خارجی جهان نسبت به افغانستان امنیت محور هست. این تناقضی که در سیاست خارجی دو طیف ای بازی وجود داره باعث شده که مسئله افغانستان حل نشه. یک گرهی است در امنیت افغانستان. بسیار تشکر. تاثیرگذاری سیاست خارجی یا کشورهای دیگه به قول آقای تمنا به افغانستان و تاثیرگذاری ترسیم یک خط تمثیل سیاست خارجی افغانستان در حوزه رابطه بین الملل کدام یکی برجسته تر است به قول شما؟ ما متاثر از سیاست بین الملل و کشورهای بیرونی هستیم یا نه تاثیرگذاری هم داریم؟ طبیعتاً این دو سویه هست، ولی آن چیزی که به نظر میرسه بیشتر ما متاثر از جامعه جهانی و یا دیگر بازیگران بین المللی هستیم. امروز ما در یک شرایط قرار داریم که فقط دولت‌ها بازیگر نمی‌باشند، یعنی علاوه بر دولت‌ها دیگه بازیگران غیر حکومتی و غیر دولتی هستند. شرکت‌های چند ملیتی را شما ببینید، سازمان‌های بین‌المللی، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول. و ما از اونجایی که هم در حوزه داخلی خود به لحاظ اقتصادی بسیار مشکلات خاص داریم و هم به لحاظ امنیتی بسیار متاثر از اینها هستیم، ما برای بازسازی کشور خود ضرورت به کمک‌های سازمان‌های مالی و پولی داریم و طبیعتاً اونها هم برای دادن قرضه و یا کمک‌های خود شرایط خاص خود داره. پس بناً ما مجبور هستیم که حتی در سیاست خارجی خود و ای که روابط خود چگونه با دیگر کشورها تنظیم بکنیم شرایط اونها را بپذیریم. پس بناً نظر به مشکلات داخلی که فعلاً چه به لحاظ امنیتی و چه به لحاظ اقتصادی ما در افغانستان داریم، بیشتر از اینکه تاثیرگذار باشیم تاثیرپذیر هستیم. بله. بهترین استراتژی برای حکومت افغانستان بعد از بون در اعمال مدیریت سیاست خارجیش چی چیز مناسب بوده به قول شما؟ اگر از بین او استراتژی هایی که به شکل توریک در کتاب ها و منابع آمدن، استراتژی های بی‌طرفی و عدم تعهد و ائتلاف و اتحاد، باز هم ما موافق از این هستم که نظر به شرایط مختلف میشه که از استراتژی ها به شکل تلفیقی کار گرفت. امیال شاید بهترین استراتژی
اتحاد و ائتلاف باشه، یعنی با توجه به موقعیتی که ما اتحاد و ائتلاف با کی؟ با کشورهایی که میتونن ما رو کمک بکنه. همیالی داریم، ما به نوعی متحد ایالات متحده آمریکا هستیم، به نوعی ما متحد سازمان ناتو هستیم، به نوعی متحد سازمان اتحادیه اروپا هستیم و همچنان به نوعی متحد با سازمان کشورهای اسلامی یا همکاری های اسلامی به نوعی هستیم، اگرچه که اونقدر تاثیرگذاری نداره. ولی چیزی که در عمل ما میبینیم آن چیزی نیست که ما استراتژی بی‌طرفی را اتخاذ کرده باشیم یا استراتژی عدم تعهد. عدم تعهد معمولا بیشتر زمانی معنا پیدا میکنه که ما دو قدرت و یا دو بلوک داشته باشیم و ما نسبت به او تعهد خاص نداشته باشیم. فعلا استراتژی که در عمل وجود داره و افغانستان اتخاذ کرده به نظر ما استراتژی های ائتلاف ها و اتحاد هاست و اگر ما بتانیم هوشمندانه و سنجیده با توجه به ضرورت های داخلی خودمان و ای که و این شناختی که ما از خود، تصوری که از خود در نظام بین الملل و در دیدگاه دیگر کشورها داریم، اگر بتانیم یک شناخت درست اول از موقف خود داشته باشیم و سنجیده و هوشمندانه عمل بکنیم. آیا ما قابلیت اعمال یک استراتژی اتحاد و ائتلاف قبل شما داریم؟ امی قابلیت مانور ما تا چی حد است که ما با آمریکا یا ناتو بتانیم ائتلاف کنیم؟ متاسفانه این ائتلاف های ما از موضع ضعف است، به خاطر ازی که هم به لحاظ مدیریتی و توانمندی در ما وجود نداره و هم مشکلات داخلی و قومی و چند دستگی و مسائل سمتی و غیره و ذالکی که ما در محیط داخلی خود داریم. مجزاز بیاست. ولی ائتلافی که فعلا در عمل ما داریم چیزی که اتفاق افتاده. کتابی نیست، غیر کتابی بقیم. بله، بله، عملی است. وقتی که ما میاییم پیمان امنیتی رو با امریکا امضا میکنیم، ای آیا غیر از اتفاق است؟ بسیار بسیار تشکر از مهمانای ما و تشکر از آدینس و تشکر از شما بیننده عزیز که تا این بحث ما رو دنبال کردین. این برنامه ما به گونه سلسله‌وار ادامه داره، بیشتر روی معرفت شناسی و هستی شناسی، همزمان بودای اجرایی شام در نظر خواهد گرفتیم. کسایی که به عنوان کارگزارای دستگاه سیاست خارجی خواهد بودن از نخبه‌های سیاسی در حوزه سیاست خارجی افغانستان هم در این میزها خواهد بودن و در قبال اجرات و عملکردهایش خود پاسخ خواهد گفتن. کی عملکردها بر مبنای کدام هدف، روی کدام فاکتورها و روی چگونگی تعریف منافع ملی یا حفظ منافع ملی افغانستان بوده یا نه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.